سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوبین؟ برگشتیم با یه ویدیو از آقای احسان. سلام به همه، خیلی خوش اومدید به یک ویدیویی که امیدوارم که انتهای این ویدیو به دادن مهری خط نشه. خدا لعنتت کنه. بالاخره به نظر من زندانم، میدونی یک عضوی از اشکال نداره تو زندان میتونی بلاگ بگیری. نداره اگه اینترنت بدن قبول. بلاگ ویدیو میتونی تو زندان بگیری. آشنا داری داداش؟ آشنا که حالا نه، ولی من خودم سر میزنم. سوالایی که میخوام از این دو زوج بپرسیم، در خدمت آقای احسان هستیم، خانم مهرانه. میخوام سوالا رو ازشون بپرسیم، ببینیم که کدوم یکی چی رو انتخاب میکنن. یکیش دو سوال دو جوابیه، بعضی از سوالامون با بعضی از سوالامون هم باید ببینن چی بشنون بعد بنویسن. اولین سوالی که میخوایم از این زوج بپرسیم اینه که اسم بچه‌تون رو چی میذارین و دوست دارین جنسیتش چی؟ البته ان شاءالله که فقط براتون مهم باشه که سالم باشه. ایوا بچه؟ اسم بچه من خودم باور نشه. اصلاً تا حالا بهش فکر نکردم. اصلا فکر نمی‌کنم. نگاه کنن ما رو وارد حاشیه نکنن. واقعاً تا حالا بهش فکر نکردم. البته جدیداً میگم وام میدن ثبت نام و ایران خودرو اینا داره، شاید بهش فکر کنیم. نه من واقعاً آها نه الان فکر میشه. آها همکارا چیز نیست. الان اسم بنویسی. نه مو هم نمیافته. اسم دختر یا پسر؟ اول بگیم دختر یا پسر؟ بعد جنسیتش هم مشخص کنیم دیگه. شما اگه دوست داری پسر باشه بچه اول پسر، اگه دوست داری دختر باشه اسم دختر. الان شروع من بینشون دوتا قرار میگیرم. من بینشون دوتا قرار میگیرم که دوستان در حال نوشتن باشن، حواسشون نباشه این دو زوج عزیز. امیدوارم که امروز حداقل به طلاق، ولی احساس میکنم من شما نوشتین داداش خیلی زود نوشت. نه دارم فکر میکنم واسه اسم چه میدونم. پس دوباره شما نوشتی اسم نوشتی؟ بله. اسم جنسیت مشخص میکنه دیگه. خب مگه اسم خب من پرویز بنویسم مشخص پسر دیگه، مثلا اسم دختری که پرویز نمیذاری نمیشه فقط بگم اولش دوست دارم میم داشته باشه تموم شه بره. اسمو بنویسم. منم یه چیز رو هوا نوشتم. آبرو ببرم تا من یه چیز رو هوا نشه تو اینجا پاشو میم آبرو بری کنم خراب کنم چه بودم آدم پوفیوزی. اینو بنویسیم بیرون اگه من اصلا واقعا چیز خب میرم سراغ جواباشون. شما چی نوشتی؟ من نوشتم دختر، بعد نوشتم پنا. دوست دارم نوشتم دختر. از دختر اکثرا بابایی انا. ولی خب اولش که به دنیا میاد خانم‌ها دوست دارن دختر باشه، آقایون دوست دارن پسر. بعضی وقت نه اینکه براشون فرقی بکنه. دیگه چیز نکنین شما. دیگه یه بگذارین اصلا این بغل مغلا. برات چه میشه؟ منم دختره ولی خب بابایی با بابای فشاری. آرام اسمش آرام بده. آرام میشه آرام آرام زیاد میشه آزام فوق آزام نه اعظم نه آرام نمیشه. به نظرم اسم آرام یواشه دیگه، منظور این که آره یه دختر گوگل مل بای بابا دیگه ببینیم پارادوکس نه چون من خیلی فشارم دیگه مثلا اون دیگه آرام باشه ببینید آره فشار دختر دختر ریلکس میخوره میره سر کار که دخترش ریلکس میشه. ولی اسم قشنگتر بود خدا این چیزی که من رندوم انتخاب کردم. نه آرام بعد بذاریم اگه که پناه قشنگ پناه آخه چیه؟ مثلا پناه بیارم بهش؟ نه آره پناه دیگه پناه منی مدرسه من چیزش مسخرش میکنم. اتفاقا خیلی جذب آقا خیلی قشنگه، سلیقه نداری حداقل قبول کن حرف من. هر موقع فکرش کردیم خواستیم وامی چیزی دادم بعدم بهش فکر میکنم دارم اون درگیر مشکلات اقتصادی من خودم بابام منو واسه وام به دنیا آوردم چی؟ همون لحظه بازدا فکر کنم ماشین چی برمی بشه آموزش پرورش وام میداد اون موقع گفتش یکی رو بیاریم دیگه اون موقع فکرم وام منم گرفتم خرجی ولی فکرش نمیکرد باید فشار بخوری. نه کسی که با مشکلات اقتصادی بیاد فشار اقتصادی همین الان قسط دو تا از وامای بابا من دارم میدم. اگه تو یک کشور بخواین زندگی کنین، یعنی از ایران برین، کدوم کشور رو انتخاب میکنین؟ آه این راحته. آه اینو میدونم. اینو خیلی خوش فکر کردم. اینو میدونم. میدونم مهران هم همینو مینویسه. دلیلاتون رو باید بگین، فکر نکنین مثلا با یه سوال تنها. من نوشتم. تو نوشتی؟ آره. خب. ببینم. احسان نوشته کانادا درای. کانادا نوشابه. نه نوشابه کانادا درای بود. کانادا خوش من روشن کانادا مطمئن هم نوشتی آره. نه دیگه اگه میخوای بیر کانادا نمیدوی کانادا بود کانادا کانادا آره به حال جوابمون یکی بود دیگه آره. با هم دیگه این معلوم بود از قبل روش فکر کنم ولی کانادا خوش میخوام دارم کانادا
کانادا آخه من پسرم دارم کانادا اونجا منفی 38 درجه است. اینا من میدونم. اینا همه من یه فامیل دارم خارج رفته لوح یوتیوب هم دستشه 6 ماه منتظرم بیاد نیومدن. خدا بیار دیگه لوح بیار. یه دونه بعد آخه اون نمیدونم کجا شمال کانادا ادمونتون کجا منفی 38 درجه سگ لرز میزنه. اینجا هوا خوبه در مال سیرکس. میره بیرون پلکاش یخ میزنه میاد خونه. واسه همین آره کانادا اونجایی که اون قسمت از کانادا که نوشابه داره این کانادا نوشته چون میافنه این فرصوب تا شب بیده میخواد بیره اونجا میار بینه هیچ هدفی نداره تو زندگی. آقا غذای مورد علاقه پارتنرتون چیه؟ شما باید بگه احسان چی دوست داری؟ احسان که غذا خیلی دوست داری نه؟ من غذا خیلی دوست داری علاقه زیادی به غذا دارم. این آخه نمیدونم من همه چی دوست دارم. ولی توپولی بودن شوهر یکی از خوبیش نه من یه فاکتور کاش میگفت از چی بعدش بیاد خیلی راحت تر میگفتن. اون خیلی راحت اون بعدیه غذا خیلی دوست داری من چیزی نیست نخورم یعنی چیزی حرکت نه من حرکت نکنه زنده الان من واسه احسان رو باید بنویسم دیگه درسته غذا مردن شما بنویسین ما یک صحبت لایت من نمیدونم چی بگم نمیدونه نمیدونم واقعا میخوره همه چی یا غذا مزار اینا رو چی بگم آخه حقم داره همه چی میخوره بابا سر یک آموزش باید بگی دقیقاً کدوم مثلا بیشتر دوست داره. خب جوابا رو نمیدونه همینو فقط اون تاش آره آره خب شما چی نوشتی؟ من شب فسنجون فسنجون اصلا بیشتر دوست مثل گاف فسنجون دوستم مادر زن عزیزم برام درست میکنه خیلی همیشه خدا مامانم واسه فسنجون درست میکنه این یکی واقعا میکنه این خوبیش انسجام خانواده ببین چه خانواده مادر زن اینو تعریف میکنه آفرین آخه من که فسنجون فقط واسه من فسنجون درست مامانم شب که خیلی من دوستش دارم من خیلی دوست دارم مادر زن عزیزم سلام اگر این ویدیو رو میبینی این سری اومدیم آمول یه فسنجون دیگه بذار دستم منم هم همین نوشتم آقا قرمه سبزی مامانش داشت خانواده تو چیزی برایشون درست میکنه؟ نه قرمه سبزی مامانش خیلی دوست داره مامانم من همه چی میخوام اینجوری نیست که یه غذا خیلی زیاد مثلا دوست داشته نه با خانواده من بهش این گوجه نمیخوره خب بعد من توی خانواده 20 ساله دارم زندگی میکنم خب من مثلا از شلغم بدم میاد بوی شلغم به میرسه حالم بد میشه اینا در جا مریض میشن شلغم برا میکنن بو میگیره خونه رو اصلا مهم نیست من بدم میاد این خانم اومده تو خانواده ما گوجه بدش میاد گوجه از رو تو خونه دیده نشده سالاد مامانم دو نوع درست میکنه سالاد مهران جان بدون گوجه سالاد بقیه با گوجه بعد باز بگین مادر شوهر فلان نگاه کنه از این مادر شوهر ایرانی نبوده بریم سراغ سوال بعد رنگ مورد علاقه پارتنرتون چیه؟ رنگ نه بلده رنگ اون حیرانه که کنم صورتیه در داره میرسونی؟ نه من حدس نزم من که از شوهرت اینو بیشتر نمیشتم آقا اونم فکر نکنم بس اوخ نه یه چیز کیف نمیده یه چیز خاص نگاه نه یه دایره دیدم که کشیده جفت اینا رو نمیدونم نه دوتایی قبول ندارم خب باشه بس یکی رو مینیسم شما بگی چیه اصلا من زرد اصلا زرد دوست من همه چیم زرده پروفایلم قیافم ست صحیح قیافت به چی زرد میزرد دیدین که من بهتر میشم آقا ما با این بازی داریم نتیجه میگیریم که من بهتر میشم زیر دست کن رنگ مورد علاقش یکم سایز زیاده برای دست کن دست تو زردم میدونی رنگ مورد علاقش یاسی آره یاسی اول میشد بنفش همیشه آره جفتش یاسی ولی فرق نمیکنه که من مثلا با هم مشکل داره ولی آره اکثر لباسا من همین مشکل دارم مثلا تو میدونی یاسی یک رنگ خیلی چیز بده چون موبایلش یه ببین اصلا نمیدونی یاسی چیه یا دختر باز بوده قبلا نه بذار من قبلا بگم آقا برنامه داره گوشی ما اگر نشون بدیم مشخص میشه این واسه خانم یه سامسونگ A22 ما برداشتیم رفت تو مدل دید زده بود یاسی گفت الا بلا من یاسی میخوام نصف گرگان من زیر رو کردم یه یاسی یک هفته دنبال اون گوشی همین فقط میدونم یاسی رنگ گوشیشه مثلا رو لباس بگین یاسی نمیفهمم گوشیشو بیاری میفهمم بس اینم درسته ببینین دیگه زن و شوهر خیلی با هم سینکنا تو این یه مورد موفق نبودی میرو اجرا بذاری آقای شادکامی خدا رو صد هزار مرتبه شو از یک مشیدی همه چی بر میاد سال بعد کادوی تولد چی دوست داره بارد من اینو میدونم ای بابا من اینو میدونم آخه سخته ایشون نوشتن تفنگ کادوی تولد تفنگ امیدوارم که درست اون تفنگی که بود گرون بود تو ادی دوست داشتیم بازی کنیم باش تفنگ
از لالو بهش بگم نگره بود توفنگ تولد الان باید یه بابا توفنگ گرونه بود تولد توفنگ میخوای واسه من بخری؟ اون توفنگ گرونه بود میگفتی خیلی گرونه وگرنه من و ایدی با هم بازی میکردیم نمیدونم اینجوری بود ایدی هم دوست داشت بچه هم میخواستیم با هم بازی کنیم بابا یومونی اصلا تو میدونست قدم مورد علاقه من چیه؟ نه اصلا میشه رنگ تو قدم مورد علاقه داری؟ آره چی؟ سالات بذار برو نداری اصلا همه قضا مغز توفنگ توفنگ بابا این توفنگ تیک تاکی هستین تیرژله یا میخوره تق تق میزنه یه ویدیو بهش نشون ده بازم اینه چقدر باله دلیلی میشه تولدم اونو بخوام خود چی دوست داشتی؟ من؟ خود چی دوست داشتی؟ الان تو بگو من چی دوست داری؟ چی دوست داری؟ PS5 برو دیگه برو PS5 اپولا خودت من یکی بخرم اون توفنگ 3 تومن قیمتشه خب بذار روش 18 تومن بذار روش دیگه PS5 این توفنگه دسته PS5 تو که میدونی من تکنولوژی هرچی بگیری سیم کابل شارژم میخواستی بگم ولی دیدم اینا رو خودت میگیری هرچی جز توفنگ دل سرسته میگیری تو که میگه کاله دیگه کال ول کابل شارژم بگیری من راضیم خب من نمیدونستم میشه اینقدر بولی نوشت من نشه آره. لباس غیر اینه آره لوازم آرایشی بیشتر دوست دارم مشکل از اینجا چی میشه از صد دفعه نگفتم از این باکس های پر لوازم آرایش گوگولی خودت همین تولد آره. الانت میگی میگی لباس هر چی بگیری من دوست دارم لباس که خیلی دوست دارم لباس اصلا آره از بقیه بیشتر دوست دارم لباس و لوازم آرایش با هم دوست دارم اگه بلد نبودی تو تو هم تفنگو دوست داری کالا دیجیتال هم دوست داره بعد اینا رو با هم میگفتی قبولی نشانه اعتراض اینو پرت میکنم وسط خونه شون نه خودش نمیدونه خب بعدش هم ویدئو میگیره عزیزم من یک چیزی نگفتم باش بریم سراغ سواله بعد این نکات زندگی هم داشت سوالیش همه درس زندگی این ویدیو لوازم آرایشیه که شوهرت استفاده میگه چی؟ داداش من چی شده؟ مگه شوهرم لوازم آرایشی استفاده کنه تا این حجم دنده های مو بزنه تو عروسی منم بلک ماسک استفاده میکنم واسه زیبایی تراوت بعد از همون بزنی خیلی نه بلک ماسک اون دستم بزنی بلک ماسک هم بزنی دیگه میتونی بیای پیش من نه نه آقا لوازم آرایشی مورد علاقه خانم چیه بیشتر از همه استفاده میکنه مارکشو بنویسم یعنی مارک چی چیه بیشتر از همه استفاده میکنه؟ مثلا هستل نداشته بیشتر سریفات آرش کنه چی؟ شما هم شامپوی شوهرتو بگو چی؟ شامپو به نظر من میزنم؟ من به نظر شامپو من شامپو دارم خب من نوشتم صابونی که شوهرت داره سرش استفاده نه من نوشتم صابونی که همسر صابون نداره که نوشتم کرم پود احسان نوشته کرم پود بیشتر از همه استفاده میکنه متاسفم من اصلا کرم پود نمیزنم پس این کرمی که میزنی به خودت چیه؟ کرم مرطوب کننده من اصلا کرم پود رو نمیزنم بیرون پس چی میزنی؟ همین که اسم کرم پود رو میدونه آره. بلده خیلی چیزا رو بلده الوازواره بابا مگه ولی... کرم پود نمیزنی؟ نه. پس من این پولایی نهایت... که میدم واسه لوازم آرایشی چی میخری؟ من روژ لب من فقط روژ لب میزنم همیشه اگه حال نشه باشه این همش برگه من اصلا کرم پود بابا فقط واسه ویدیو میزنم یه ذره از اون بداختم اینستا ویدیو هست میزنه اینجوری میریزه من واقعا کرم پود خیلی 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 کم استفاده میکنم متاسفم تو چی نمیشی؟ وقتی من رو نمیشناسی شابوه مردن کبوتی سگی بایست بایست اونو میگیره به سرش و تنش همه جا با هم میزنه کامل یه سره مردن اون سر شامپو بدن زد به موهاش البته هیچ فرق نمیکنه موهای بدنش و سرش این همه یه اندازه شامپو مردن کبوتی خیلی خوبه خیلی خوبه میریم سراغ سوال بعدی کدوم یکی از اعضای خانواده همدیگر رو از همه بیشتر دوست داریم من که اصلا جواب سوالم تو دو تا مورد قبلی سر غذا اینا در اومد ولی می نویسم دیگه من نوشتم نه 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 کی؟ چرا؟ آره بابا کیه تو خانواده ایزان اصلا بیشتر خوارش الناز تو کیش
میشناسی؟ مادر زن عزیزم. مادر زنم با فسنجون. با تشکر از مادر زن عزیزم که این ویدیو رو میبینه. نه ولی 18 سالشه اصلا خیلی با هم ارتباط میگیریم و اینا. آره به خاطر اونه. خواهر شوهر میگه من صد خواهر من 200 بار بهت گفتم. اگه اونجوری بود بعد پدر شوهرم میگفتن. از خانمان بابا خب مادر شوهرم هستش. روابط خواهرم من میگم من به خواهرم میگم دو خواهر شوهر بازی در بیار اینا به عروسا رو نده اینا با هم دیگه تیم میشم منو میکوبن من شوشیدم تو این زندگی. صمیمی ترین رفیق همسرتون کیه؟ شما که دیگه میدونی باید کیه بنویسی. خیلی رفیق داره. شما که میدونی دیگه باید کیه بنویسی آبجی جان. شما که در جریان کی رو بنویسید؟ اینا وارد مسائل داخلی شدن. اسم خیلی راحت بود. نه رفیق واقعی منظور شما میدونم. شما چی میگی؟ نمیدونم. بی سیاست بی شعور تو اینا ستاره خانم. آها. من نوشتم ولی امیدوارم هنوزم همین باشه دیگه. اوکی. اوکی مشخصه کی؟ آروین. بعد از اشکان بله. نه آروین دوست بچگیه احسانه یعنی از دبیرستان راه نمایی با هم دوست بودن. آروین آره از زمانی آره، که به خاطر اون آره، از... ما دل من روشنه. ما هر چی خوردم از نارفیق بود نمیشه ستاره خانوم باید در حد آره ستاره درست. من خب یه دونه دوست صمیمی دارم دختر قشنگ بعد... منو صبح شب الو خیلی مشخصه آره دیرم با این که دل خوشی از ستاره ندارم که این ویدیو رو میبینه هر دفعه که اینا گوشش رو زنگ میخوره به قول اشکان که دارم الو سلام کجا بازار بریم پوشیدم دیر نکنی ها بازار پاساج پاساج نه تنها حال یه معجزه الهی بعد ازدواج واسه شما رخ میده که تو خودت تو خونه نشستی کارت بانکیت میره بیرون خرید میکنه. ولی آروین انقدری که با احسان صمیمی بود اون اول که من با احسان آشنا شدم اتفاقا خوش پیروز اعتراف کرد گفت من 6 ماه از تو خوشم نمیومد حس کردم دوستمو داری ازم میدوزی و فلان و اینا گفت منو دزدیده ازش حالا کی احسان رو اصلا دزدیده بودن تو نمیدونی بابا آروین چه شبایی که برنامه همون به خاطر همون آره دیدم شنیدم نه تو نمیدونی ما چه ما مثل حضرت علی شبا میرفتیم یتیما رو یوم میدادیم خورما میخوردین با شیر آره باشه خیلی آدم های سالی بعدی این سالی کم داره به جاهای باری میگیشه آروین داداشم تو کار خونه همسرتون از کدوم کار از همه بیشترش بعدش میاد دوست نداره انجام بده تو احسان وقتی تو برو میگه من تو برو به خودم مطمئنم اینو یکی میگه یه چیز تای مایاس آره ظرف شستن جفت یکی ظرف شستن و سوال از هیچ کدوم خوشمون نمیاد یعنی میشوره اکثرا من ولی مثلا اینجوری که خدا سر شده دوبار آخری که تو دیسکورد حرف زدیم با هم دیگه من داشتم چه غلطی میکردم داشتم ظرف میشه خدای قبول نداری من... که بعض وقتا که من حال ندارم تو میای میشوری همیشه الان اکثر موقع من میشورم دیگه اگه بگه قبول ندارم میزنم من دارم پول در میارم من فشار میخورم خونه مسئولیت بزرگی داره این خونه مسئله زیادی داره الان تو میگی خانه‌داری یعنی کمتر کار خب میکنی؟ خب بعد آخه نا کن یزیدم هستا خانه‌داری هیچی کمتر از کار بیرون نداره یه ببین کامله. آقا من قبول دارم من مثلا اگر که 7 بار مهرانه بشوره 2 بار من میشونم ولی اون دوبار رو جمع میکنه نصف ظرفای کابینت رو پر میکنه به احسان بندی خستم این بار تو ببین قشنگ یه ایل کابینت رو من میشورم اون دوبار من با 7 بار این یکیه ظرفشی میخری؟ نه چیکار میکنی؟ اگه یه موقع خواستی زن بگیری حتما بیا پیش من محکم بزن زیر گوشم مهمترین نکته مثبت همسرت که خیلی برات یعنی برات مهمه چیه؟ که واسه ده انتخابش کنی جرأت دیگه نیست بعد بگی همیشه همین چیت خوبه عشقم حدس میزدم؟ بله آه این من همیشه اینو میگم خب مهران خانم نوشته منو میخندونه ببین ما بهتان گفتم پسری که میخندونه برده بعد اگر حتی که حتی اگه سگی همونجوری که فشار میخور شما میخندین ده اگر که فیس درست ندارین هیکل درست ندارین مو ندارید هیچ چیز ندارید داداش بخیر که ستونی داد تو همینجوری شما مثلا بهتری من داشتین چرت من البته اون موقع من خیلی جذاب بودم ای بابا اون موقع
بله بله من بخندم. شما چی نوشتی؟ من با سگی بودن میسازه. ما از یک خونه 40 متری اجاره ای زیر پله درب داغون با یه اتاق خواب شروع کردیم. الان همچین چیز خاصی نداریم ولی خب خدا کمک کرده. ببینین دیگه خوبه. ناشوک نبشن آبجی هم نگاه لبخند رضایت نگاه ما بودم حالا تا آخرش هستم ما مروم میگه پیج یوتیوب داشت 1,000,000 ما هستم دیگه ما همجه تشریف داره. آره زن دوم موبام اینا در خبر نیست. اصلا طلب زن دوم گرفتم فکر کردی اگه پول دارتر شدی تو هم یکیش ما بودم همجه بد خیلی بالای خرجم بالا نیه هنو من درست حسابی نمیشنازه بره زن دوم بگیره. زن دوم دیگه خیلی دیگه سوپر خری دیگه. زن اولی هم بگی دومی هم بگی دیگه خیلی خری. آقا بگی سال بعدی 10,000,000,000 پول انتخاب میکنیم یا همسرتون؟ نه ببین اگه معامله داره من بگم پوله بعد بگم نصف کنیم بعدم باز برم برگردیم دیگه. آقا هم همه نمیدن. چرا 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 پول خیلی زیاد باشه چرا نه 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 انتخاب کردی یعنی پول زیاد انتخاب یعنی پولدار بشی مهران دیگه هوتو تو ناکن اگه مثلا ببین ناکن میتونی ناکن شاید 10 سال بعد بشه ازت کلون ساخت مثلا 10,000,000,000 بدی 1,000,000,000 بدی یه نمونه ازت بسازن یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه مثلا من میخوام به من چیکار کنه؟ با هوش مصنوعی یه مهران تو مثلا دیسکورد داشته باشم میرم خب باشه بس منم 10,000,000,000 انتخاب کنم بعدا میرم با هوش مصنوعی یه احسان بهتر میسازم با مو هم اون هوش مصنوعیش همه الان هم هست تو اسنپ چت واسه خودم مو میذارم الان ببین مسائل مالیش نکن ما الان واقعا از نظر مالی ضعف داریم زیر فشار اقتصادی زیر فشاریم ما حالا با دایره میام یکم زیر فشار سعی کنید زیاد زن و شوهر اصلا هم دیگه رو نبینن یعنی شما هم تو دیسکورد باش شما هم تو حال تو حال سریالتو نگاه کن فرنزتو ببین ما باشه باور نشه ما همینجوری زندگی ما واقعا فرنز زندگی میکنیم احسان ما چند سال اجازه ندادی بودیم از اتاقش بیاد بیرون نه اولین بار میبینی تو حاله شما احسان دو ماه یه بار اجازه داره از اتاق بیاد هر موقع ظرف میشینم میام بیرون احسان میاد بیرون ظرف میشه در میاد خب تموم شد خدا رو شکر خب اینم از یک ویدیو یوتیوب دیگه از سکس سیتی سلطان سکس سیتی و همسر گرامیشون دستشون درد نکنه بفرمایید چقدر جذاب بله به عنوان سوال آخر کیو میخواین که دیگه تو خونتون راه ندین اشکان با تشکر از شما ممنون که این ویدیو رو دیدین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره در سکس سیتی